درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان عزیز، با برنامه دیگر از افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. بینندگان گرامی، در برنامه افق کارگری این هفته در ادامه برنامه های قبلی به بررسی مسائل مهم جنبش کارگری میپردازیم، همراه با رفیق رضا رئیس‌دانا. در این برنامه به ادامه مسائل مربوط به فاجعه معدنجوی طبس، تأثیر فضای جنگی بر روی اوضاع اقتصادی و اجتماعی مزد و حقوق بگیران و جنبش مطالباتی در زیر سایه فضای جنگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره و تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. ابتدا خوش آمدگویی میکنم به رفیق رضا رئیس‌دانا. منم به شما درود میفرستم و همچنین به بینندگان گرامی تلویزیون و همچنین دستندرکاران تهیه این برنامه. با سپاس از حضورتون رفیق رضا. رفیق رضا، بیش از یک ماه از فاجعه جان باختن 53 کارگر در معدن معدنجو در طبس به دلیل انفجار سپری شده، اما مسائل مربوط به آن همچنان در سطح کشور مطرح و مورد بحث و گفتگوست. اولین سوال من از شما اینه که بالاخره مسئول این فاجعه از سوی مقامات مسئول حکومتی اعلام شده است یا نه؟ همونطور که شما گفتید، در واقع این فاجعه‌ای که تو معدن طبس رخ داد، معدنجوی طبس رخ داد، همدردی مردمی رو برانگیخت و در نتیجه حاکمیت و ارگانهاش تلاش کردن که یه جوری به این مسئله واکنش نشون بدن. ولی فکر میکنم مهمترین مسئله ای که یا واکنشی که توی حتی صحن مجلس هم قرائت شد، از طرف گزارش مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون نوت و همچنین کمیسیون اجتماعی بود که در اونجا مطرح کردن که به دلیل عدم رعایت قانون ایمنی در معادن، اصلا به صورت عادی این عدم رعایت ایمنی صورت میگیره و در واقع تأکید کردن که مسئله نبود نظارت و بازرسی مناسب، از طرفی شرایط کار که نبود وسایل ایمنی، حتی نبود وسایل فردی ایمنی، شرایطی که حسگرها وجود ندارن و مسئله مونیترایی که به آژیر خطر مجهز باشن نبودن و حتی مسئله فنایی که برای تهویه هوا استفاده می شدن تو شرایطی که باید خاموش می شدن خاموش نشدن یا جهتشون تغییر داده نشد. این گزارش مطرح میکنه که در واقع به خاطر ریزش بخشی از توده در جلوی معدن، در بخش سی این معدن تراکم گاز متان صورت میگیره و بعد از اون انفجار به وجود میاد که گاز مونوکسید کربن ناشی از این انفجار به قسمت بی میره و به خاطر اینکه فنا خاموش نشدن، این انتقال گاز مونوکسید صورت میگیره تو قسمت بی و موجب در واقع مدفون شدن کارگرا توی معدن میشه. خب این گزارشی که خود در واقع چهار نهادی که توی این مسائل در واقع مشخصا با مسائل کاری و کارگری درگیر هستن، این گزارش رو که میدن مشخصه که حاکمیت و کارفرما و صاحبان این معادن هستند که در واقع متهم هستند به عدم رعایت وظایف حکومتی و تأمین مسائل ایمنی از طرف کارفرماها و صاحبان معادن توی این معادن. خب با توجه به این قضیه که مشخص چه کسایی مقصر هستن، مهم مسئله تقابل یا واکنش واقعی و عملی با این تخلف هست. اگر ما نگاه بکنیم توی قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از طریق صدمه زدن به عضو کسی دیگری موجب
مرگ اون بشه، این در واقع قتل عمد محسوب میشه و باید هم قصاص بشه هم دیگه. یا همین مسئله مجازات اسلامی در ارتباط با قتل غیر عمد که اگر موجب بشه و عمدی نباشه طبق به صلاح تعریف، از چند ماه تا 3 سال و پرداخت به صلاح دیه هست. و از طرف دیگه خود وزارت کار مسئول در قبال از نظر جزایی و اجتماعی مسئول این حوادث هست. ولی متاسفانه قوه قضاییه با توجه به همین قوانین موجود که حتی در حد یک تصادف ساده که قتل غیر عمد محسوب میشه در واقع نسبت به مقصرین و کسایی که خودشون مشخص کردن که اینا در واقع مسئول هستن در مقابل مرگ 53 کارگر معدنی که در شرایط سخت کار میکردن، ولی متاسفانه هیچ ما غیر از وعده و وعید چیز دیگری یا طرح مسئله به اصطلاح فریبکارانه همدردی با مردم یا همدردی در واقع با خانواده ها و کشته شدگان از دولت نمیبینیم. بله رفیق رضا، از جمله قولهایی که در ارتباط با جبران خسارت کارگران داده شده بود، اعطای خانه به خانواده های کارگرانی بود که جانشان را در فاجعه انفجار معدن از دست داده بودند. درباره این وعده چه اقداماتی از سوی مقامات مسئول رژیم انجام شده؟ من به نظرم میاد ابتدا یه نکته عمومی بگم در ارتباط با مسئله مسکن، بعد به طور مشخص به سوال شما پاسخ بگم. اونم این هست که پیروز حناچی که خودش عضو شورای شهر تهران بوده و معاونت وزارت راه و شهرسازی رو به عهده داشته، اعلام میکنه که در ایران 30 میلیون بدمسکن هست، که در واقع مشخصه که تعریف بدمسکن یعنی محلی که قابل سکونت نیست و میتونیم بگیم که در واقع بیمسکن هستن. و از طرفی 30% هزینه سبد معیشت خانوار به موضوع مسکن اختصاص داشت، ولی در شرایط فعلی بیش از 40-50 و در کلان شهرهایی مثل تهران 70% هزینه سبد معیشت خانواده رو در واقع مسکن تشکیل میده. با توجه به این مسئله‌ای که از نظر وضعیت یعنی بستری که وجود داره که نشون میده مسئله مسکن از طریق خود مسکن قابل حل نیست، در واقع مسکن توی ایران به یک بحران در واقع بحران کلانی که خارج از حوزه مسکن باید بهش پرداخت بشه مطرح. حالا با توجه به همین وضعیت نگاه که بکنیم در ارتباط با مسکن، باز میبینیم که خانم فرزانه صادق که خودشون در واقع الان وزیر هستن تو دوره پزشکیان، وزیر راه و شهرسازی، عنوان کردن که ما در طرح جهش مسکن، جهش تولید مسکن، وقتی که روبرو میشیم با مسئله به اصطلاح کسانی که از طریق این جهش تولید بخوان صاحب مسکن بشن، میبینیم که اونا تمکن ندارن و به عبارتی مطرح میکنه که اینا در خود مشخصا کارگرای معدن در 4-5 استان پراکندن و اعلام میکنه که با توجه به این وضعیت وعده هایی رو بدیم که امکان عملی شدنش باشه. در واقع مشخصه برای به اصطلاح مردم ایران یا کارگرها و زحمتکشا که وعده های در واقع مسئولین عملی نمیشه، ولی اینجا در واقع ما مشخصا میبینیم تو اون بستر عمومی مسئله بحران و مسائلی که در حال حاضر با فضای جنگی وجود داره، با توجه به اینکه خود مسئول وزارت راه و شهرسازی عنوان میکنه که این وعده ها قابل تحقق نیست و عملی نمیتونه باشه. بله رفیق رضا، اخیرا هم یک فراخوان از سوی
بیش از 300 نفر از فعالین و تعدادی از تشکل‌ها در ارتباط با دفاع کارگران معدن منتشر شده. شما اگه اطلاع داشته باشید، این فراخوان بر روی چه نکاتی تاکید میکنه و اهمیت این نکات در چیه؟ درسته، این به نظرم این فراخوان با توجه به اینکه همونطور که شما گفتی بیش از 300 نفر از فعالین اجتماعی، سیاسی و تشکل‌ها در واقع اونو امضا کردن، نشون دهنده اینه که به مسئله تشکل توجه میشه و این فراخوان دعوت میکنه به تشکیل تشکل سراسری کارگران معدن. و همونطور که توی این در واقع فراخوان مطرح میشه، مسئله شرایط جانفرسایی که کارگرای معدن دارن و در معدن کار میکنن و مسئله ای که برای حاکمیت یا برای سرمایه‌دارا وجود داره، در واقع تبدیل کردن نیروی کار به کالا و بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و انباشت سود به صلاح هست. در نتیجه این طمع برای سود، کارگران در طمع اون به سوختن و در معدن مدفون شدن. این حاکمیت از وظایف حاکمیتی خودش، این مسائلی که در واقع مطرح توی این فراخوان و اون اینکه وظایف حاکمیتی خودش رو اجرا نمیکنه و به طور نظاممند حقوق کار تضعیف شده و از طرفی قانون کار مسخ شده و میدونیم که با خصوصی سازی و هم به صلاح خودمانی سازی و مسائلی از این دست، در واقع شرایط بسیار بدی رو در عموم زحمت کشان ولی به طور مشخص کارگرهای معدن به وجود آورد. و از طرفی با توجه به وضعیت اقتصادی و وجود لشکر بیکاران، به اجبار کارگران مجبور میشن برای تامین حداقل‌های زندگیشون کار سخت و طاقت فرسا در معدن رو قبول بکنن. و از طرف دیگه میدونیم که حاکمیت هیچ مسئولیتی در این رابطه جز وعده دادن نیست و این خودش نشون دهنده این حرف هست که یا در واقع این که حق گرفتنیه. و وقتی که حق گرفتنی باشه، وقتی ما نگاه میکنیم به فعالیت‌ها یا در واقع تشکل‌هایی که شکل گرفتن در شرایط استبدادی و سرکوب، مثل سندیکای شرکت واحد، هفت‌تپه، معلم‌ها و دیگر تشکل‌ها، این نشون دهنده اینه که علی‌رغم این سرکوب، ایجاد تشکل‌های خاص و سراسری امکان پذیر هست و این تشکل‌ها به امکاناتی هم برای ارتباط گیریشون وجود داره. مسئله اینه که الان اینترنت و در واقع دنیای دیجیتال امکانی رو فراهم میکنه که کارگرای معدن بتونن با هم ارتباط برقرار کنن و بتونن تشکل سراسری خودشون رو سازمان بدن. و مشخصه که بدون تشکل‌های قوی و نیرویی که از طریق این تشکل‌ها به وجود میاد، کارگران نمیتونن به حقوق و خواسته های خودشون برسن. من فکر میکنم که نکات بسیار مهمی چه از نظر موضوع و مسئله‌ای که در ارتباط با کارگرای معدن هست، در رابطه با واکنش رژیم نسبت به این قضیه، جایگاهی که حاکمیت اساساً در ارتباط با نیروی کار داره و راه حلی که میتونه واقعی و عملی باشه، تو این اطلاعیه منعکس شد. بله، با سپاس از شما رفیق رضا. ما از یک طرف دیگر تو منطقه خاورمیانه با یک بحران جدی روبرویم، بحرانی که ظاهرا احتمال داره منطقه رو به یک جنگ فراگیر بکشونه. تحولات جاری خاورمیانه و تشدید حملات ارتش اسرائیل به لبنان، تشدید عملیات نظامی اسرائیل در غزه و قتل یحیی سنوار رهبر حماس و نیز تهدیدهای اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی برای تلافی جویی حمله دوم موشکی رژیم که تلافی هم کرد اسرائیل، فضای جنگی پرتنشی را به وجود آورده. این فضا چه تأثیری در زندگی اکثریت مردم به ویژه کارگران و مزد حقوق بگیران
داشته. بله، توی فضای جنگی عمدتا یکی از مسائل مهم تو حوزه اقتصاد رخ میده. ما الان توی فضای در واقع کشور ما توی فضای جنگی قرار داره که متاسفانه از طریق دو نیروی به اصطلاح اعتقادی یا ایدولوژیکی، از یه طرف ناتانیاهو و از یه طرف جمهوری اسلامی هستند که خواستای خودشون رو جدا از خواست مردم دنبال میکنن. و این فضای جنگی موجود همونطوری که گفتم توی حوزه اقتصاد اثر قابل توجهی داره. ما دیدیم بلافاصله وقتی این شدت گرفت این مسئله، ارزش ریال در مقابل دلار کاهش پیدا کرد و دلار به قیمت 67 هزار تومان رسید. و میدونیم که خب مسئله افزایش در واقع این افزایش ارزش دلار در مقابل ریال خودش اثر تورمی داره تو حوزه‌های متفاوت، چه خورد و پوشاک و مثلا مسکن و آموزش و بهداشت. و ما اینو میتونیم به اصطلاح مشخصا ببینیم که همونطور که گفتم تو مورد مسکن، با توجه به این که 70% از هزینه خانوار شامل مسکن میشه، ولی توی قانون در کنار پوشاک و خوراک مسئله مسکن برای آحاد مردم که مسکن مناسب داشته باشن مطرحه. ولی میبینیم که عملا این مسئله امکان نداره و این فضای جنگی، نبود تولید، کاهش درآمد، در نتیجه بالا رفتن تورم، میزان قیمت خونه بالا میره و علارغم اینکه تولیدی وجود نداره، درآمدی وجود نداره برای اکثریت زحمتکشان، این رکود تورمی شدت هم پیدا میکنه. یا مسئله در مورد مثلا بهداشت یا درمان که اونم دوباره یکی از خواستای عمومی مردم هست، ما میبینیم که به دلیل نبود بودجه مناسب، حتی مسئله تو حوزه بازنشستگان، چه معلمان چه تامین اجتماعی، مسئله بیمه های تکمیلی به یک موزلی مطرح شد. نه تنها از درآمد، نه تنها از درمان و بهداشت، با توجه به که هزینه در واقع بخش مهمی از هزینه زندگی بازنشستگان به درمان اختصاص پیدا میکنه، ولی به دلیل اینکه این امکانات براش فراهم نیست و مسئله بیمه های تکمیلی رو که برای کارگرها و حتی برای فرهنگیان این بیمه های تکمیلی هست، خود کارگرها بر اساس نیازشون به بیمه، یعنی در واقع به مراکز درمانی که قراره اونها رو پوشش بده، مراجعه میکنن، ولی از طرف خدمات پزشکی به اونا میگن شما باید تمام به اصطلاح پول درمان رو بدید و در مقابل رسیدی که میگیرید از تامین اجتماعی. در نتیجه بیمه های تکمیلی انجام نمیشه، باز از جیب مردم و یه فشاری از به اصطلاح هست بر روی چه کارگران، بازنشستگان و کسایی که این بیمه تکمیلی رو دارن، حتی کارکنان مخابرات. و علت اصلیش هم اینه که سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست و نمیتونه علارغم اینکه پول بیمه تکمیلی رو از کارگرها دریافت کرده، ولی نمیتونه اینا رو پرداخت کنه. در نتیجه این فشار زیادی رو مسئله کارگرها که تو این دوره شدت گرفته هست. یا مسئله دیگه که میدونیم تو حوزه های نه تنها مسئله بهداشت، مسئله آموزش خصوصی شدنش و نبود به اصطلاح محروم بودن کودکان از تحصیل در دوره ابتدایی تا مسئله دیگه که مربوط، یعنی میبینیم که تو همه یا مسئله خورد و خوراک اصلا تو این شرایط فشار بسیار سنگینی تو حوزه اقلام غذایی داره، طوری که بعضی از اقلام هست میشه. میبینیم که تو بعد در فضای جنگی این مسئله به اصطلاح تورم افزایش پیدا میکنه و مستقیما تو زندگی کارگر و زحمتکشا مؤثر هستش.
و بازم میتونم به اینم اشاره بکنم که نه تنها توی این مسائلی که از نظر زندگی روزمره کارگران رو تو فشار قرار میده، بلکه یکی از تبعات اقتصاد یا شرایط جنگی، این فضای جنگی، جابجایی سرمایه هم هست. مثلا همین بودجه‌ای که الان تعیین شده، پزشکیان به مجلس داده، هزینه یا بودجه نظامی 3 برابر شده. خب طبیعیه که خب وقتی که فضای جنگی باشه، این جابجایی سرمایه از تأمین خدمات، همون خدماتی که گفتم تو حوزه‌هایی که توی قانون هم هست که باید مردم ازش برخوردار باشن، امکانش منتفی میشه. در نتیجه عملا این فضای به اصطلاح جنگی تو شرایط زندگی مردم بسیار تأثیر منفی و شرایط رو سختتر کرده. اگرچه جنگ مسئله مردم نیست، مسئله حاکمیته، ولی فشارش رو مردم مستقیما تو زندگیشون حس میکنن. خب رفیق رضا، همونطور که خودتونم گفتید، فضای جنگی و تأثیر آن در سقوط وضعیت اقتصادی اکثریت مردم آنگونه که خودتونم تو همون سخناتون اشاره کردید و نیز همزمان تشدید سرکوب رژیم جمهوری اسلامی علیه فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی چه تأثیری بر روی جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران داشته؟ وضعیت جنبش به کدوم سمت رفته؟ درسته. سوال خوبیه، به این دلیل که وقتی که شرایط خیلی سخت میشه، خب مردم در مقابل به اصطلاح به دست آوردن حقوق خودشون تلاش میکنن، اعتراض میکنن، که ما همین دوشنبه اخیر شاهد 17 حرکت اعتراضی و مطالبه گری از طرف مزد و حقوق بگیران بودیم. این تو حوزه های متفاوتی، حالا اگه بخوایم مسئله به اصطلاح نفت و گاز و پتروشیمی که همیشه توش مسائل اعتراضی و حرکت های اعتصابی وجود داره اونو به کنار بذاریم و به بازنشسته ها توجه بکنیم، میبینیم که حرکت بازنشسته ها طبق تحقیقی که سهرابی، که خودش هم در واقع فعال کارگری و توی چیزای ایمنی هم بوده، مطرح میکنه که به اصطلاح این حرکت هایی که بازنشستگاه داشتن از 330 حرکت، در واقع 330 حرکت اعتراضی بازنشستگاه تو 6 ماه اول داشت و خواستاشون هم که مشخصه و این بازنشسته ها حرکت هایی که مستمر در واقع تو 6 ماه اول 330 حرکت، شامل حرکت بازنشستگان تأمین اجتماعی، فرهنگیان، فولاد، مخابرات و کشوری میشه. ما میبینیم که خواستای خودشون هم خب مطرح میکنن، مثلا خواست همسانسازی که از طریق گروه های اجتماعی به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح میشه که خواهان همسانسازی حقوق همتراز با شاغلین باشه، یا مسئله رتبه بندی که معلم‌ها بازنشسته‌ها مطرح می‌کنند، یا مسئله همین مخابرات که علی‌رغم واگذاری می‌خوان که حقوقشون بدون تنازل پرداخت بشه و مسئله بیمه تکمیلی رو در سهمش به 50% افزایش پیدا بکنه. و می‌بینیم که این خواسته‌ها از طرف بازنشسته‌ها مطرحه و گسترش هم پیدا کرده و از طرفی دیگه خود این حرکت های بازنشستگان تأثیر این وضعیت رو میبینیم که به طرف همگرایی و پیدا کردن راههایی برای همگرایی هست. اگرچه الان مثلا به طور مشخص میتونیم تأمین اجتماعی و کشوری و فولاد رو نام ببریم که حرکت های مشترکی با هم داشتن، ولی زمینه هایی به وجود اومده که به صورت ده‌ها و صدها رابطه در جهت ترغیب و تشویق برای حرکت‌های اعتراضی و مطالبه‌گری شکل بگیره. و این مسئله‌ای که در ارتباط با همین مطالبه‌گری در واقع مطرح است،
زمینه های همونطوری که گفتم، زمینه های از نظر دنیای مجازی هم وجود داره که اینا میتونن با هم ارتباط بگیرن و در واقع تو یه مسیر همگرایی و مؤثر کردن و پرتوان کردن اعتراضات خودشون به وجود بیارن. و مسائل دیگه، یا مثلا سعی میکنن با این ارتباطات بتونن گروه های اجتماعی ذینفع رو متحد بکنن و بتونن با حرکت های در واقع نافرمانی مدنی گسترده به حقوق خودشون برسن. و به نظرم میاد خوبه که اینجا یادآوری کنم تو همین رابطه که شما گفتید که اثر در واقع این حرکت ها تو این شرایط چی هست، علی‌رغم اینکه گسترش پیدا میکنه عمقم پیدا میکنه. اگر به اطلاعیه شورای هماهنگی صنفی معلمان نگاه بکنیم که اخیراً در پشتیبانی از حرکت اعتراضی بازنشستگان مطرح کرده، محمد حبیبی سخنگو در این اطلاعیه اعلام میکنه که ناکارآمدی ساختاری موجب وضعیت بد زحمتکشان شده و تورم رو گسترش داده و شرایط جنگی اون رو بدتر کرده. بعد در ادامه به سلام مطرح میکنه که تو این 45 سال سیاست گذاری های رژیم در ارتباط با این مسائل زندگی حقوق بگیران و مزد بگیران در اساسش بر فریب بوده و به واسطه فقدان ساختار دموکراتیک و سلب حق تعیین سرنوشت و اولویت قرار دادن اقلیت بر اکثریت حرکت کرد. خب میبینیم که این چقدر نکات مهمی تو این قضیه مطرح میشه. در واقع مرزبندی میکنه با این قضیه که دموکراسی رو عمیق میخواد، نه صرفا دموکراسی در حد رأی دادن و حفظ ساختارهایی که به کارگران و زحمتکشان مسلطه. حق تعیین سرنوشت رو مطرح میکنه. یا میبینیم که مسئله به اصطلاح اکثریت نه منافع اقلیت توش مطرحه. در واقع این زمینه که این مرزبندی رو با اون دموکراسی لیبرال داره، با حزب دولت ها مرزبندی میکنه به دلیل مشخصی که توی این مسئله نفی ساختارهای موجود و بدیل ساختارهای دموکراتیک نظارت و شکل‌گیری نیروی اجتماعی از پایین و دموکراتیک رو مطرح میکنه. جدا از این مسئله تو این اطلاعیه مسئله اصلاح طلبا و سیاست های اصلاح طلبا و اصولگره ها که تو این مدت علی‌رغم یک سری تفاوت ها اساسا مسئله فریب و سرکوب حقوق و مزد کارگرها و زحمتکشا بوده و مطرح میکنه که تشکل‌های وابسته منافع کارگران رو در واقع در جهت جناها و مسائل خودشون پیش بردن و هیچ راه حلی یا حرکتی نیست، فقط طرح مسئله است، در نتیجه فریبه. و این مسئله هم با این تشکل‌های میانی در واقع یا آدم های میانی یا طبقات میانی که سعی میکنن از این تشکل ها یا حرکت های اعتراضی بهره برداری جناحی بکنن، با اونم مرزبندی کرده و مسئله وحدت کارگرا و حقوق بگیرا زحمتکشا در ارتباط با مسئله بیحقی بیمزدی و داشتن حقوق مناسب متناسب با تورم و بالای خط فقر رو مطرح میکنه. و در آخر از مسئله حرکت های بازنشستگان پشتیبانی میکنه و این حرکت های اعتراضی و به خیابون اومدن رو روش تاکید. بله، سپاسگزارم از شما رفیق رضا رئیس‌دانا. تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگه شما در پایان حرفاتون جنبندی دارید یا میخواید نکته ای رو اضافه کنید به حرفاتون، در حد یک دو دقیقه بفرمایید. بله، من بیشتر در واقع اون مسئله که فکر میکنم این مجموعه به ما نشون میده در ارتباط با گسترش، همگرایی و مسئله شرایط جنگی و حرکت هایی که وجود داره، بسیار من فکر میکنم با توجه به همین مسئله که مطرح کردم
خیلی هیجان انگیز و امیدوار کننده است که فعالین میدانی و ارگانیک داخل کشور به مسائل دموکراتیک و شکل‌گیری تشکل‌های توده‌ای به عنوان ارگان‌های کسب قدرت و تغییر ساختارها و جایگزین در واقع یا بدیل ساختارهای بوروکراتیک و سرمایه‌دارانه به جاش تشکل‌ها و قدرت توده‌ای بتونه به تمام حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد و هر چیزی. ضمناً یادآوری کنم که توی این مسئله‌ای که آقای محمد حبیبی عنوان می‌کنه، مسئله شعارها خیلی مهم هست که ایشون میگه که مسئله رفاه و مسئله تأمین اجتماعی مسئله‌ایه که باید بهش توجه بشه. بله، یک بار دیگه سپاسگزارم از حضورتون در برنامه این هفته افق جنبش کارگری رفیق رضا رئیس‌دانا. ممنون از شما، تشکر میکنم از شما. بله بینندگان گرامی، به پایان این برنامه این هفته افق جنبش کارگری هم رسیدیم. در برنامه های آینده افق کارگری تلاش خواهیم کرد مسائل مهم جنبش کارگری و چالش های پیش روی آنها را مورد بررسی قرار بدیم و بیشتر به جزئیات بیشتری بپردازیم در این برنامه ها. به امید اینکه این برنامه مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه، تا برنامه هفته آینده، بدرود.